سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همچی کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک رپ هواشی دیگه. میخوایم هواشی چند روز گذشته رپ فارسی رو با هم یک نگاهی بندازیم. قبل از اینکه شروع کنیم، این لید سینگر جدید گروه لینکین پارک چقدر خوبه، این خانوم امیلی و این آهنگ امتینس مشینی که دادن چقدر عالیه. آلبومشون هم قراره بیاد، خیلی خوبه، قفلی هم زیاد، گوش کنید، خیلی باحاله. دمش گرم. خلاصه بریم که آهنگ رپ هواشی رو داشته باشیم. هفته عجیبی بود. اول از همه که همین تیجه آلبومش اومد و اون تو یک بار عجیبی گفت که مثل بیت رهبری چقرم. خب یک فضایی رو شکل میداد که همین وصل و از این داستانا هیچ رپری به این نپرداخت الا دلو، که تو کانال تلگرامش همچین چیزی نوشت. همونطور که میبینید نوشت چقری مثل چی قایمال و سگ گفت. اما امین تی جی دو تا واکنششون داد. اولش اینجوری بود: آلبوم بستم با کیفیت جهانی، حق میدم دیر هضم بشه. ترپ واضح و با اختلاف دست خودمه، شل کنید، قضاوت فقط با فنا. در کل آلبومش به نظر من خیلی اندازه این هایپی که کرده بود که بهترین آلبومی که قرار تو عمرتون بشنوید و اینا نبود، اما در کل آلبوم بدی نبود، آلبوم خوبی بود. و در رابطه با همین حاشیه های همچی چیزی نوشت: به نام خدایی که مهر غم چی میشه، آلبوم آدم برفی، تلس و غیره. خب اسم آهنگ هایی که در رابطه با زن زندگی آزادی و اون دوران داده بود. چقدر زود فراموش میکنی، طرف من مشخص بوده و هست، توضیحی هم در کار نیست، قضاوت با فنا. راجع به این ما تو ریاکشن صحبت کردیم و نظر دادیم که اصلا این باره چه جوری بود داستانش. مسئله اینجاست که خب تو این زمانی که انقدر همه خشم نسبت به این داستان، هر گونه استفاده از این اسم ها میتونه شرایط عجیبی رو رقم بزنه، چون مردم نمیتونن تحمل کنن، رفتارم صفر و صدیه. پس حق میدیم که بخوان یکم واکنش های عصبی نشون بدن، چون یاد یه داستانایی میافتن که واقعا تلخه. دوستان اگه یکی بعدتون میاد میخواین اذیتش کنین، اذیتش کنین، حرف تو دهنش نذارین که خودتون رو راضی کنین که دلیل داره اذیتی که میکنین. بنده هیچ وقت به ایرانی ها توهین نکردم. دوست افغانی اومده بود به من گفتش که من خیلی اذیت میشم تو ایران، چون افغانی هم با من خیلی بد رفتار میشه. منم به ایشون گفتم ببین تو به دل نگی، بعضی از ایرانی ها چون فشار روشون زیاده، عذاب زیاد کشیدن و فرهنگ سازی هم نشده. واقعا هم نشده. وقتی جمهوری اسلامی یک مملکت رو داره میبره، فرهنگی نمیسازه که، دازه میخواد همون فرهنگی هم که مونده رو بکشه. واسه همین خشم تو این بعضی از ایرانی‌ها زیاده، خستن، رو بقیه خالی میکنن. این یعنی چی؟ یعنی نه تنها که آقا فکر نکن ایرانی‌ها بدن، اگه هم که دارن با تو بد رفتار میکنن، تو شما به دل نگیر، فشار رو طرف زیاده. حالا این حرف منو پیچوندین، بدگل کلن به ایرانی ها تهمت زده که بتونین به من فوش بدین که خودتون راضی کنین که من بدگل و مگه فوش میدم بخاطر اینکه به ایرانی ها توهین کرده. بابا رو راست باش، حداقل جرأت داشته باش، بیا با پررویی بگو اصلا تو خوشم نمیاد ازت، میخوام ببینم خودتو چرا کوچیک میکنی با حرف آدمو پیچوندن. وایسی که شنیدید وایس خانم مدگل بود. بنده خدا راستم داره میگه. من یادم حتی تو اون استوری هایی هم که راجع به مرد تو گذاشته بود، میگفت اون یه عده نره این شکلی، نگفته بود همه رو. و یه کوچولو این مسئله هست، تا میبینیم با یه چیز یکی حال نمیکنیم، زمین و زمانو میبندیم بهش. حقا با ما دیگه، چون مردم کلا حال نکردن باش دیگه، نمیام ببینم فکت چیه، فقط حال میکنن. ای پس این میگه درسته دیگه، اونم یه سری ها دوباره مثل توتی تکرار میکنن. یک عکس از اشکان فدایی منتشر شد به این شکل، همونطور که میبینید داره علامت ملتفت رو نشون میدم. آقای جی جی به این واکنششون داد، یک توییت زد به این شکل: سلفی سوگ نشون دادن جلو برج ایفل چرا؟ یه سوالی که از آقای علیرضا جی جی دارم، مگه تهران مال منه رو شما پاریس نبودی زمانی که ورستو رسوندی؟ حالا از اینکه بگذریم، یک توییت دیگه گذاشت، این توییت خیلی حق بود. یه همچین عکسی گذاشت و نوشت: من در حال تشخیص دادن آرتیستای جدید از هم. که واقعا الان خیلی آرتیست داریم که شبیه همن، یعنی تایتل آهنگو نبینی اسم کیه معلوم نیست کیه. تو هفته‌ای که گذشت یه سری عکس از مسین داشت پخش میشد که بسری خودش هم یک همچین استوری گذاشت امروز: سلام رفقا، متاسفانه یک حادثه برام پیش اومده و پای راستم باید عمل میشد، دمتون گرم که به فکر حاجیتون بودین، اما اینا دلیلی برای کار نکردن نیست، چند تا ترک آماده کرده بودیم از پیش، میریم واسه پخش ایشالله، ما رو از لطف خودتون بی نصیب نذارید، آرزوی سلامتی داریم و سرش، امیدواریم که به زودی مشکلش برطرف شه، مثل قدیم سالم و سلامت. شاهین نجفی یک لایو گذاشته بود و اون تو توضیح داد که ما با هیچکس خب رفیقیم، اما هیچ وقت راجع به کار
صحبت نکردیم چون اولویت حرفای سیاسی بوده و همیشه راجع به این داستان‌ها صحبت می‌کردیم، اما اگر بشه چرا که نه و می‌خوایم یه کار خوب بدیم. تش هم یه سیگنالی به هیچکس داد، گفت آقا هیچکس توجه کن، نه حواست به این چیزا باشه، احتمالش هست که به زودی کارشون رو بشنویم. دوست دارم بشنوم. برو اوله، نظر شما چیه؟ با هیچکس، ببین با سروش ما رفیقیم و اگر اتفاقی بخواد بیفته باور بکنید تا الان یک بار هم ما در مورد کار با هم دیگه صحبت نکردیم، انقدری که شاید بیشتر در مورد نگرانی های سیاسی در موقع حرف میزنیم. به همین ترتیب خب طبیعتا برای منم همین جوریه دیگه، یعنی از دل اون مراودات و نگاه ها و ایده ها و اینا یه زمانی اگه کاری بیرون بیاد چرا که نه، ولی به این راحتی نیست در واقع، یعنی ما باید تو کار هم یه جایی اتفاق بیفته، ولی فعلا ما بیشتر در مورد مسائل سیاسی و اینا حرف میزنیم و نگرانی ها اون نگرانی ها و دغدغه ها خب طبیعتا بزرگتره، ولی اگه این اتفاق بیفته چرا که نه، حتما و باید هم اتفاق، اگر اون قراری بیفته باید اتفاق قوی و خوبی باشه که خب طبیعتا مخاطب همچنین انتظاری داره دیگه. سوریشی پاپولوژیست هم یک لایو گذاشت راجع به یه سری موضوعات صحبت کرد، خلاصه از لایوش رو با هم میبینیم. آقا من اومدم لایو، اولا تشکر کنم بچه‌هایی که آلبوم حالت پرواز رو خریدن، دمشون گرم. آلبوم حالت پرواز یه دو تا دیگه کمش، آلبوم حالت پرواز بچه‌ها خیلی اکسپریمنتاله برای خودم، چون که تک تک ترک‌ها رو دادم بیرون و میدونم که حال کردین، فیدبک‌ها دیدم که تا الان با ترک‌ها حال کردین، یه چند تا ترک دیگه مونده همینجوری میاد و بعدش حالت پرواز ول دو میاد، یعنی ساید دو کلن اونو پازش کنستم، بذار شاید صدامو نشم، نمیدونم چقدر زیاد صدا برای بکس دوکی. حالت پرواز دو یه جا میاد، حالت پرواز یکم تک تک میاد. بعد اونایی که خریدن دمشون گرم، یکی دو تا بانس داره آلبوم، یک الا دو تا نمیگم دقیق چند تا، که این فقط برای خریداراست، یعنی رو هیچ پلتفرمی هیچ جایی نمیره، فقط میفرستم واسه اونایی که خریدن و اونایی هم که پک فیزیکی خریدنم به همون کوالیتی که نسخه بود حتی قوی تر براتون ارسال میشه و برای کسایی که پک فیزیکی خریدن یه کارت ویزیت براتون میفرستم، یه چیزی بین دو تا رفیق دیگه، میدونی یه کارت ویزیته ولی یه چیز یادگاریه، یادگاری من به اوناییه که پک فیزیکی خریدن و مضمونش هم اینه که قوی بمون، یعنی هر اون تو جیبته، یعنی من داداشیتم میدونی، اون تو جیبته، هر وقت که به مشکل خوردی یه جایی که دیدی تنگ اصلا نمیتونی دری را در رو نداری، اونجا اونو نگاه میکنی میگی دوکی داداشمه میتونم و پسش برمیان، یه چیز اینجوریه دیگه. آقا اسطوره من میدونی که اسطوره من بچه ها توپاکه، من عاشق توپاکم، عاشق کریر توپاکم، توپاک بچه ها هنرمند، یه توپاک بذار گوش کنیم، یه توپاکمون نشه، یه توپاک بده، توپاک بچه هنرمندترین رپ کنترین واقعی ترین، ببین هم بازیگر بود، بازیگر خفن ها، یعنی فیلمشو میذارم نگاه کن پشمات میریزه، بازیگر خفن، رپ کنی که تو همه سبکا خفن، برنداز گاد بیبی دیر ماما، رپر خوب، هر کسی که رپر خوب داداشی منه، میدونی فرق نمیکنه جنسیتش هم دختر باشه پسر باشه، هر کسی که خوب رپ میکنه میدونی بلادی منه، بزن بعدش، اون کسی که خوب رپ میکنه، نه اون کسی که چرت و پرت میگه یا تبلیغ خوش اضافه میکنه، یا ببین یه سری ها هستن که اصلا رپر نیستن میان از رپ استفاده میکنن برای معروف شدنشون، میدونی اون آدم چیزی که داره میخونه انگار رپه اون سبکه، ولی رپ نیست، اون پاپه، میدونی اون داره رپ استفاده میکنه، این نه، رپ هیپ هاپ یه فرهنگه، این فرهنگ تو لباس پوشیدن من هست، تو حرف زدن من هست، تو شعرهای من هست، میگیری چی میگم، این یه چیز واقعی از چیزیه که من هستم، نه اینکه یه نفر بیاد
یه ترجیبند ردیف کنه پشت سر همدیگه و بیاد حالا تو اون داستانا نریم. برای بکس من خلاصه پچی شد حالت پرواز یک دونه دونه میاد، حالت پرواز دو یه جا میاد بیرون، بعدم خفنه. نمیذاری یه چند تا ترک نمیذاری بچه هایش کنن؟ من یه دو تا ترک خفن دست کاگان دارم که آماده نکرده، به من گفت امروز میرسونه ولی نرسون. اگه کاگان رو دیدید یا دایرکتش رفتید بگید مرد حسابی دوکی مهمترین رپر ایرانه، ترک های دوکی رو زودتر برسون. با خیلی ها کار میکنی ولی ترک های دوکی رو زودتر برسون. آلبوم فیت داره؟ آره آجی فیت زیاد داره. یکی از ترک های آلبوم فیت 8 تا رپر با هم دیگه است. 8 تا رپر این توی یه ترک. میرسیم به عجیب ترین حاشیه‌ای که بود، البته خیلی هم یک طرفه بود و اونم دوباره از سمت تیم مشکی بود که این روزها خیلی تو رپ حواشی هستن، یه جورایی مسیر آدروید و بعد پوتک دارن. خب میدونید برعکس ملتفت فدایی یک آهنگ منتشر کرد به اسم ما یادمون نمیره، اما آرتیستی به اسم وطن که من قبل از این نمیشناختمش اما بعد از این شناختمش واقعا رپر باحالیه. وطن اعلام کرد که آقا ما 2 سال پیش ما یادمون نمیره دادیم و اینا دارن دزدی میکنن. راستا هم یه سری پست و اینا گذاشت، خودش هم یک پست اینجوری وطن گذاشت، مثل این میمونه بیام یه اثر منتشر کنم به اسم اشتباه خوب و ایدئولوژی و فضای اون موزیکو هم استفاده کنم. البته مثال وگرنه بهرام استاد بنده است، پس لطفاً نگید تشابه اسمی بوده. لیبل ریشه دریای ایمپرشنه، اگه سرتون به تنتون زیاده کرده بپردازید به سایدم. هیچکی نپرداخته. مسئله اینجاست. سلام. وگرنه اونایی که از 20 سال پیش تو مارکتمون بودن، چه آرتیست چه مخاطب، میدونن که من و مشکی و راسا چقدر احترام و ریسپکت به شخصیت‌های محترم رپ فارسی داریم، اما احترام آدمای بیادب و دزد و نمک نشناس رو نباید نگرداش. در نهایت الله یار باشد دشمن هزار، و حتی اشاره کرده بود که یک بیت از من دزدیدن و فدایی و مهدیار منو بلاک کردن. خب این داستان دزدیه که خیلی داره میاد، ولی ما همچنان دیدیم تمام اونایی که ادعا میکردن شعر فدایی رو مینویسن و اومدن علنا اعلام کردن که ما داریم این کارو میکنیم، دارن کار نمیکنن با فدایی و همچنان فدایی باراش همونقدر قدرت داره. اما و این آهنگ که آقای وطن اعلام کرده بود که اسم و ایدئولوژی و فضا. ببین زمانی که این دوتا آهنگ رو من رفتم گوش دادم، خب با هم ریاکشن ما یادمون نمیره فدایی رو گوش دادیم. کار این دوستمون هم اولین بار بود من گوش میدادم که واقعا آهنگ تمیز و باحالی بود. اما مسئله اینجاست دوتا آهنگ هیچ ربطی به هم ندارن، نه فضای بیت شبیه نه کانسپت خود آهنگ. درسته که ایدش یکیه ولی روایت زمین تا آسمون فرق داره و پیام کار. شما زمانی که آهنگ وطن رو گوش میدی که فری استایل راجع به این داستان، یک آهنگ غمگینه که داره شرایط بد میگه و میگه انقدر این شرایط بد بود که حتی اگه بازم به چرخه این داستان ما یادمون نمیره، حالمون خوب نمیشه، زخمش میمونه. حالا فدایی داره تو آهنگش چی میگه؟ داره میگه که زن زندگی آزادی این بود، بخیه ها هنوز جاش هست، این بلاها رو سر ایران آوردین، ما یادمون نمیره و این باید درست بشه. فرقش اینه، خیلی هم با هم فرق دارن و تو رپ ما هزاران آهنگ داریم که اسمشون شبیه، حتی تو رپ فارسی. اوکی اگه شما بیا یک لفظی باشه که خودت بسازی، مثلا نسخ نسخه، اون نسخه فقط مال هیپاپولوژیست دیگه، حالا نسخ نسخه هم یکم من درآوردیه دیگه، چرا باید نسخ نسخه باشه کسی؟ اون موقع آره. بعد این دوستمون که داره این حرفو میزنه، ما یک رپر داریم به اسم وطن، خانومم هست، خیلی وقتم هست سر کار میکنه، قدیمی تره، پس ما بیایم بگیم اسمتون رو شما از رونا برداشتین، یا همین لیبل ریشه که میگید، ما یک لیبل دیگه به اسم ریشه داریم، شما هم اسم لیبلتون ریشه است، اونها هم از شما قدیمی ترن، پس شما هم از اونها برداشتید. نه برادر من، اصلا هیچ چیز این دو تا کار به جز اسمش به هم هیچ ربطی نداره، نه فضا نه کورس هیچی، اصلا شباهتی به هم ندارن، فقط اسم شبیهه. پس میگیم اینو. چرا اینو میگیم؟ چون آهنگا بالا هست میشه گوش بده. چرا توریه میکنید باز؟ من نمیدونم. مشکی و راسا هم به این داستان پرداختن، راسا یه سری وایس گذاشت و متنایی که نوشتن رو این وایس ها براتون قرار میدم، میتونید اونجا بخونید چه مشکی چه راسا رو. ببینیم با هم. چاقالا میمه مشکی میچربه به میمه ملتفت. یه موضوعی هم در مورد این ترک اختلافی که ما دادیم که ریمیک اختلاف اصلی بود، یه توضیح در مورد اون بدم. میاد میگه که تو خودت فلان کردی بیسار کردی. اولا که اون موقعی که ترک اختلاف اومده بود اصلا ملتفتی وجود نداشت، این اولین مسئله، یعنی اصلا وجود خارجی نداشت ملتفت، اونا صرفا یه سری دوست بودن دور هم دیگه. دومن من هنر هیچ آدمی رو هیچ وقت زیر سوال نبردم، اگر صحبتی دارم میکنم در مورد شخصیتشونه، منششونه، وگرنه یعنی
توی خفن بودن هنر یا آرتیست، چه میخواد مهدیار باشه چه میخواد خیلی کسای دیگه باشن، هیچ وقت نمیشه که هیچ حرفی زد. این چی میگم؟ یعنی اگه من بخوام این کارو بکنم، از نمک به حرومی خودمه. این چی میگم؟ از چجوریت بگم، فشاری شدن خودمه. نه، اون آرتیست خفنیه، هیچ وقت هیچ کس نمیتونه اینو زیر سوال ببره. ولی شخصیتش چی؟ من چی میگم؟ من صحبتم در مورد این قضیه است. انقدرم نیاید بیت بیت که آره شما هی دارید به ملتفت میپردازید و فلان جو داستانا. ملتفت سگ کی باشه؟ اونا به جز اعتراضی فقط خوندن چی دارن؟ ما یه دونه ترک اعتراضی داریم. اگرم توی دیسترکو و داستانایی که وجود داشت حرف اعتراضی زدن، به خاطر اینکه مجبور اون کردن دوباره، برای اینکه بیایم یه سری از حرفای گذشتمون رو ثابت کنیم، مجبور شدیم یه سری حرفا رو تکرار کنیم. مگر ما موزیک اعتراضی به جز هشاشین دیگه هیچ وقت ندادیم؟ اینا سگ کی باشن که ما بخوایم هی در موردشون صحبت بکنیم؟ اینا دارن انگوش میکنن توی چش و چال ما. ببین چی میگم؟ اون از اون شاپورشون که از اون ور برگشت گفت ما هشاشینیم، سباهیم، بیا اینو بخور بابا، تو هشاشینی اگه سبایی. هشاشین کف ایران بابا چقال. این یه مسئله. دومی مسئله هم که الان دارید میبینید که داستان فرق کرده دیگه، اومدن مثلا از ایده تکس و اسم و همه چیز وطن دارن اسکی میرن. حالا هم الان دارن میان کار مین میخوان بدن، مینشون هم دیدیم دیگه، ریدیم. خب اینو دیدیم. اول از همه وقتی ببین شما یک حاشیه ایجاد میکنی که حاشیه عجیب غریب مردم متوجه میشن، هیتا یه جوری میشه که شما انقدر عصبی میای راجع بهش صحبت میکنی. چون ما از ملتفه دشمنی با شما ندیدیم، شما که خودتون میایید اشاره میکنید که آقا اینا اسم ما رو دارن میگن که ایمپرشن میگیرن، حالا آرتیست قدیمی ریشه دار، شما چرا هر روز دارین اسم اینو اونو استفاده میکنید؟ خیلی نکته جالبیه. بعد آقا اولش آروم میگه میمه مشکی میارزه به میمه ملتفه. دادش هم اول کارت ملتفتی که از لژندری ترین گروه های ایران، سه تا از بهترین رپرهای تاریخ ایران توش بودن، هیچکس قاف فدایی بالای 100 تا پروژه منتشر کردن تو 4 سال اخیر، ساید سیاسی ایران دستشون بوده، بهترین موزیکای سیاسی رو دادن، همه اینا رو دزدیدن و اینجوری میای میگی میمه مشکی؟ دادش میمه مشکی هنوز موزه. شما 18 تا ترک دارین روی یوتیوبتون و 5,336,000 ویو گرفتین. از این 18 تا ترک 6 داشت دیسترکه، یعنی یک سوم کریرتون دیسترکه، که چه ویو رو واسهتون آورده؟ 3,553,000 تا، که 2,500,000 مربوط به دیس آشناس که 4 تا ترکه. کریر شما اینجا خلاصه میشه. شما که داری میای میگی ملتفت رید تو نیو اسکول، اوکی رید، شما چی کار کردی به جز این که بیاین الان سیاسی مود سیاسی بدیم، سری معروف شدیم سیاسیه رو پاک کنیم، بیام یکی بولد شده سری دیسش کنیم، بعدم که هی شروع کنیم این داره اما میدوزه اون از ما داره میدوزه اینا، نیو اسکولی دادی که بگیم به به کاری کردیم، مثلا چقدر قدمت داریم بابا؟ اولش آروم. و من نمیدونم اگر واقعا فکر میکنید که این دوتا آهنگ، یعنی دوزی شدن و همه چیشون عین همه و اینها، من تا قبل از این به سیاستاتون شک میکردم، الان به چیزای دیگه دارم شک میکنم و احتمالا پارکتون رو باید عوض کنید. یه ایده دارم، برید دوباره یه ویدیو بذارید رو یوتیوبتون که معلوم باشه ساقی محلتون کیه، که یک خبرچینی بیاد اینو خبرنگاری بکنه، اسنیچ کنه، برن اونو بگیرن و شما هم بیان یه دیسترک بدین. یعنی اینجا یه کار باحال کردی، هم ساقی خودتون عوض شده، همون محل رو نجات دادی، هم ایده داری برای یوتیوبت. واقعا نمیفهمم، هر هفته ما یه حرکت عجیب غریب داریم میبینیم، یه شبه ترکیدن این داستانا رو هم داره، بعد نگرش داری داشم هات شدن. ببین اینا رو ما دلسوزی میگیم چون حیف استعداد این بشه، هات شدن شانسی هم میشه، موندن نیست. شما که انقدر ادعا دارید دارید ملتفت رو میزنید میکوبید، این همه رپر خوب توش بوده، فدایی این همه آلبوم داشته، با بهترین رپرهای ایران بیف کرده، سربلند اومده بیرون، شما با اون لیگ خودتون که هنوزم جزو آرتیستا آنچنان حساب نیستی، اون تو هم سربلند نبودی با دروغات. تا دیروز میگفتین خاله طرفه، تو کانال تلگرامتون 1000 تا اسکرین شات و اینکه آشنا خالش مریضه میگه مادرشه، تا مادرش بنده خدا فوت کرد خدا بیامرزتش، سری اومدید دوباره موج این. بابا نمیشه که، من مردم دارن میبینن آهنگا بالاست، اصلا شبیه نیست. اون از حواشی قبلتون و حواشی قبلترش و حواشی قبلترش همه میخوان از شما ویو بگیرن، شما برای رضای خدا مردم آگاهشن دارید حاشیه الکی ایجاد میکنید. بنازم کریرتون فقط دیسترکه، نمیشه منطقی در میاد. وایسایی که خودتون میذارید، متنایی که مینویسید، یه جایش باگ داره. چرا؟ چون اون کارا رو دارین خودتون میکنین، از این اسم آوردنه، از این که تو کریر طرف هیچی نیست، از این داستانا. تیکید ایزی داداشم، به خودتون برسین، آهنگ خوب بدید، لذت ببرین دیگه. ببین دارید چیکار میکنید با کریر خودتون، هر روز یک سوتی هی توریه بازی.
نمیشه که. این از این، دمتون گرم. نظر شما چی بود راجع به این داستانا؟ ببخشید من یکم هارش برخورد میکنم، چون واقعا نمیشه دو روزه اومدین تو رپ فارسی، اون از قدیم که کریر دانیال تزاد هم همش دیس بود، دیس بازیکنای فوتبال و دیس رپرای دیگه و این داستانا، الان هم که یا سیاسیه یا دیسه یا همش دارن حاشیه ایجاد میکنن. و این نسل 5، نسل 5ی که میگید، تنها رپر نسل 5ی که همش تو تلگرام و همش حاشیه است و گیر بده بین اون شمای، هیچکی نیست. درسته دیستون میکنن به خاطر حرفایی که خودتون میزنید، ولی هیچ چیه بیاد وایس بده و اینا نیست. مسیره رو برید چون پتانسیلشو دارید، با این کارا خرابش میکنید. خلاصه دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.